فصل 23. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشستند، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هر چه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه‌ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه‌ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح هست. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می‌بندید، خودتان وارد نمی‌شوید و دیگران را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مال بیوه زنان را می‌بلید و حالان که محض خودنمایی نماز خود را طول می‌دهید، به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما دریا و خشکی را طی می‌کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می‌سازید. وای بر شما ای راهنمایان کور، شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا معبد که طلا را تقدیس میکند؟ شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد موظف است به آن عمل کند. ای کوران، کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می کند؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگند می خورد، و کسی که به معبد سوگند می خورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد به تخت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگند خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره‌های سفید شده‌ای هستید که ظاهر زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور ظاهرن مردمانی درستکار، ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید.
وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره‌های پیغمبران را می‌سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزیین می‌کنید و می‌گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی‌کردیم. به این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افیزادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما می فرستم، اما شما بعضی را می کشید و مصلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر می رانید و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود، از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما می گویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگ سار کردی، چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می آید.